شماره 3 نصب تخت ایزد یکی دیگر از جشن‌های ویژه ایام عید جماعت است که در اصطلاح محلی آن را تخت ایزد می‌نامند. شماره 4 شستشو در چشمه عین البیضا یا چشمه زمزم. این چشمه مخصوص ایزدیانه، به اون کانی اسپی هم میگن یا چشمه سپید، که در ابتدا و انتهای مراسم انجام میگیرد، به منزله پایان مراسم عید است. برخی دیگر از مهمترین اعیاد آنها عبارت است از عید سال نو یا سرسال، عید ایزد، عید خرما و عید بلند، اعیاد چله تابستانه و زمستانه. ایزدیان مراسمی دارند که بر بلندای مقابل مقبره شیخ اودی برگزار می کنند و آن را مراسم قباق می نامند. پیروان آیین ایزدی بر این باورند که دارای یک آیین مستقل و صاحب شریعت هستند و تا به امروز متون دینی خود را به دو صورت شفاهی و مکتوب حفظ کردند. کتاب‌های مقدس ایزدیان عبارت است از جلوه یا تصویر و کتاب دوم به نام مصحف الرش که کتاب سیاه هم نامیده میشه. کتاب جلوه را منسوب به شیخ اودی و مصحف الرش را نوشته شیخ حسن ابوالبرکات می دانند که ظاهراً در طول تاریخ مطالبی به آنها اضافه شده است و دچار تغییر و تحریف شده و به صورت امروزی در آمده. کتاب جلوه متنی کوتاه و متشکل از 5 فصل است که سبک نگارش آن همانند کتاب‌های آسمانی است، یعنی نحوه و سبک جملات خطابی است که از خدا به بندگان شده، یعنی خداوند خطاب به بندگانش اینا را نوشته. مصحف الرش به معنای سیاه است، چون واژه رش در زبان و ادبیات کردی به معنای سیاه است و مفهوم محترم و باوقار را میرساند. متن و محتوای مصحف الرش با جلوه بسیار متفاوته. مصحف الرش را باید کتابی تاریخی دانست که حوادث تاریخی، آداب و رسوم آنان، خلقت آفرینش ملائکه و آدم و حوا را بازگو می کند. در قرن 19 تعدادی از محققان و نویسندگان توانستند به متون این دو کتاب دست یافته و به بررسی و چاپ آنها اقدام کنند. یکی از این مستشرقان کشیشی به نام آناستاس ماری بود که در سال 1912 میلادی از این دو کتاب نسخه برداری کرده و در طی 2 از حروف آن رمزگشایی کرد. الفبای این کتاب‌ها تقریبا شبیه حروف لاتین است که در تصویر قرار دادم. یکی از شعائر دینی مهم ایزدی‌ها زیارت پیکره ملک‌الطاووس است. تقدیس ملک‌الطاووس توسط مجسمه و تمثالی که ساختن انجام می‌گیرد و آن را سنجق به معنای پرچم می‌نامند و آن مجسمه ملک‌الطاووس می‌باشد که این هم در تصویر داریم. این مجسمه تشکیل شده از 2 بخش پرنده و شمعدان. شمعدان به 7 قسمت که هر قسمت نماد یکی از ملکه‌های 7 است تقسیم شده و پرنده که تصویری شبیه اردک یا کبوتر را دارد بر روی آن نصب شده. این پرنده نماد طاووس است.
هر ناحیه و کشوری دارای سنجاق‌هایی است که برخی از آنها در طول تاریخ توسط فرمانروایان عثمانی ضبط و یا توسط افراد دیگری سرقت و به موزه‌ها فروخته شده، اما مجدداً به سران ایزدی مسترد شده است. علت این امر ریشه در پنهانکاری در دین ایزدیان دارد که احتمالاً سنجاق‌های واقعی را در معرض دید عامه قرار نمی‌دهند و سنجاق‌های واقعی فقط توسط بزرگان دین ایزدی به طور مخفی محفوظ نگه داشته می‌شود. سنجاق‌های رایج شباهت زیادی به طاووس ندارند و بسیار شبیه یک شیء مقدس در دیانت هندویسم در جنوب هند هستند که به آن دیپا میگویند. کشیش یعقوب سرکیس در مقاله‌ای که در سال 1947 میلادی در مجله موسلیه منتشر کرده میگوید: از پدر بزرگم شنیدم وقتی یکی از پادشاهان عثمانی آمد و سنجاق را مصادره کرد و برد، گفت نگران نباش، این سنجاق هندی است. ایزدیان دارای یک نظام دینی منسجم هستند که به 7 طبقه تقسیم می شود و از بالا به پایین عبارت از امیر، بابا، شیخ، بابا فقیر، پیر، قوال و کوچک که تا حدودی نظام 7 طبقه آیین مهر را در ذهن تداعی می کنند. پایین ترین طبقه دینی کوچک ها هستند. در اصطلاح کوچک مخفف گوچاک است، به معنای کسی که گوش شنوا دارد و اطاعت امر می کند. مرحله بالاتر از کوچک ها قوالان قرار دارند. به این طبقه دینی ایزدی از آن جهت قوال می گویند که روایات شفاهی و ادبیات دینی آیین ایزدی را در مراسم و اعیاد تلاوت می کنند. قوالان بیانی بلیغ و رسا دارند و اغلب سخنورند. موتن و مسکن اصلی ایزدیان در حال حاضر باید سرزمین عراق دانست، زیرا زیارتگاه های این قوم در کشور عراق قرار دارند. موسل و دوهوک و سنجار در 162 کیلومتری غرب موسل و شهر شیخان در کرانه شرقی رود دجله در فاصله 45 کیلومتری از دوهوک و 53 کیلومتری موسل است و لالش زیارتگاه بزرگ آنها در 10 کیلومتری شهرستان شیخان قرار دارد. شیخان به معنی محل سکونت شیوخ است، چون خانواده چولبگ که رهبری دینی ایزدیان را بر عهده داشته و دارن قبل از حمله داعشیان در آنجا ساکن بودند. نگارنده در سال 8431 شمسی به شهر کرند و شاه آباد غرب، همان اسلام آباد کنونی و سرپل زهاب تا گیلان غرب و روستاهای آن رفت و آمد داشته. ایزدی ها در سرتاسر این ناحیه تا روستاهای کوهستانی سرپل زهاب ساکن بوده و زندگی می کردند و با بعضی از آنها روابط دوستانه داشتند. زمانی که یکی از دوستان ایزدی درباره اصول دین و آیین او سوال کرد، به شدت متغیر شد و گفت یزیدی هیچگاه نباید پیرامونه دین خود با غیر سخن بگوید و این مسئله بیانگر یکی از اصول آیین ایزدی یعنی کتمان عقیده دینی است. به نظر می رسد که در پژوهش‌های جدید ایزدیان ایران را به کلی نادیده گرفتند. در حال حاضر مهمترین منبع موجود مورخ قرن 6 هجری آقای عبدالکریم ابن محمد سمعانی هست که در کتاب انساب به حضور ایزدیان در ناحیه مرج یا اسلام آباد کنونی اشاره کرده و گفته در کوهستان حلوان یا سرپل زهاب ایزدیان ایران
زندگی می کردند. خب شنوندگان و همراهان و دوستان گرامی، این مقاله در اینجا به پایان می رسه. به عنوان یه ایزدی من موافق با کتمان کردن باور ایزدی نیستم، به این دلیل که الان ما در شرایطی هستیم که حالا در کشورهای اروپایی، آمریکایی یا هر جایی که ایزدیان ساکن هستند دارای حمایت حکومتی و امنیت سیستماتیکن و از اینجا من هیچ دلیلی برای کتمان کردن مذهب و عقاید و باورهای باستانی خودم نمی بینم. شاید اگر من در ایران بودم حتما این کار رو می کردم، ادامه می دادم به کتمان خودم، ولی در اینجا هیچ دلیلی برای این امر نمی بینم. و ایرانی ها تمام پروفسور، دکترا، مهندسین، محققین، پژوهشگرا، افراد مذهبی، افراد سیاسی، افرادی که از جبهه های مختلف دارن به هر چیزی حمله میکنن و اطلاعات عجیب غریب خودشون رو به نمایش میذارن، من نمیدونم چرا از ایزدیان ایران حرفی نمیزنن، چرا ایزدی ها رو نابود کردن، چرا همه به اسم اسلام، به اسم محمد، به اسم عیسی، به اسم موسی، به اسم هر چی، با هر دلیل حکومتی و سیاسی این اقوام رو میکشن و نابود میکنن و به اونها میگن شیطان پرست. این خیلی جالبه. ما اصلا در ایزدیه شیطان نداریم. چیزی که شما دارین میگین ما بهش میگیم ملک و طاووس. شما خودتون شیطان رو ساختید، خودتون شیطانید و خودتون پیرو شیطانید. و من تعجب میکنم از این جهل و نادانی که در تمام این ملت ها وجود داره. همینجا این بحث رو میبندم و شاید در گفتگوهای بعدی بیشتر در مورد ایزدیان با شما سخن گفتم. روز و روزگار به کام.